وقت بخیر به برنامه جهان نما خوش آمدید. یک هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده است. اوضاع اقتصادی مهمترین بحث نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده. مردم ایران انتظار داشتند که پس از امضای توافقنامه هسته‌ای این کشور با غرب و برداشته شدن تحریم‌ها اوضاع اقتصادی بهبود یابد، اما با بیرون شدن آمریکا از این توافقنامه تحریم‌ها دوباره وضع شدند. انتظار مردم از رئیس جمهور بعدی ایران هم بهبود اوضاع اقتصادی این کشور است. نزدیک به 6 سال پیش ایرانیان به جاده ها ریختند تا امضای توافقنامه هسته‌ای این کشور را با غرب جشن بگیرند. این فرصت برای رشد اقتصادی ایران شمرده می شد. اما امروز آن رویاها نابود شدند و تأمین هزینه های روزانه زندگی برای ایرانیان دشوارتر شده است. جنسات خیلی گرونه. یه دفعه کار 100 تومانی شده 220 تومان، 250 تومان. مردم هم توان خرید ندارن. ایران در جمعه آینده گواه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. از دید غرب برنامه های هسته‌ای ایران و تنش‌های خاورمیانه بزرگترین چالش‌ها در برابر تهران هستند. اما کسانی که در ایران زندگی می‌کنند اقتصاد را مهمترین مسئله می‌دانند. خانه‌دار شدن آرزوی مردم بود. ولی متأسفانه الان به دلیل بی‌کفایتی برخی از مسئولین به ویژه رئیس جمهور که شعارهای واهی به مردم داد و سر مردم را به قول خودمون شیر مالی کرد، الان مستعجل شده یک آرزوی دیرینه برای مردم. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران به شمول رئیس بانک مرکزی درباره بهبود اقتصادی این کشور دیدگاه‌های گوناگون دارند، اما اقتصاددانان از تمام این دیدگاه‌ها پشتیبانی نمی‌کنند. اگر دولت بخواد پول چاپ کنه برای انجام این وعده ها، بدون شک ما یک رشد افسار گسیخته تو نقدینگی و تبعایمون در واقع تورم رو خواهیم داشت. اوضاع اقتصادی ایران پس از آن رو به خرابی گرایید که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 میلادی از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون شد و تمامی تحریم های پیش از آن را بر این کشور بازگردانید. بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با مهمانانم که در استودیو با ما هستن، آقای عبدالشکور سالنگی و آقای سعید باقر محسنی، آگاهان روابط بین الملل. خوش آمدین به برنامه ما. آقای سالنگی، در رابطه به انتخابات ایران میخواییم صحبت داشته باشیم که به انتخابات ریاست جمهوری ایران یک هفته مانده. اولی روند این انتخابات معمولا چگونه هست؟ نامزدان چگونه انتخاب میشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما مهمان عزیز، همکاران شما و بینندگان محترم تلویزیون نیوز. عرض کنم خدمت شما که انتخابات ایران، انتخابات ریاست جمهوریش وزارت کشور یا وزارت داخلی دولت برگزار میکنه. روندش هم یک روند معمولی و همچنان که در اکثر کشورها مرسوم و معمول است، نامزدها یا کاندیداها یا کسانی که علاقمند به اشتراک در انتخابات به عنوان انتخاب به عنوان کاندیدا هستن، اینا ثبت نام میکنن. ولی تفاوت اساسی که در ایران مشاهده میشه نسبت به هر جای دیگری، البته در افغانستان اگر ما مقایسه بحث کنیم تطبیقی، ما یک کمیسیون داریم که صلاحیت نامزدها را بررسی میکنه و البته این صلاحیت ها خیلی عام است، معیارهای خیلی عام در نظر گرفته میشه در افغانستان. اینا در کشورهای دیگری، یعنی یک فضای بازی است که تقریبا همه میتونند که او معیارهای عام داشته باشند در انتخابات ثبت نام بکنند. اما در ایران معیارها بسیار خاص است و شدید هست و حتی در مواقع معیارهای برای تایید صلاحیت کاندیداها در نظر گرفته میشه که اصلا در به اصطلاح در لیست وجود نداره. مثلا یک اتهام ساده برای یک کسی زده میشه، یک سخنرانی یک کسی یک جای انجام داده میشه، یک چیزی گفته که با روح نظام در تطابقت نمی باشه، بنان صلاحیت از اون نظر به لزوم دید، چیزی که مثلا احساس میشه که یک کسی نتونسته صلاحیت لازم احراز بکنه بدون اینکه دلیل موجه ارائه شوه، عرض کردم با توجه به شاخص ها و معیارها رد میشه. این فلترها در ایران خیلی قوی هست. شورای نگهبان فقط شورای نگهبان است، ثبت نام میشه در وزارت کشور، شورای نگهبان بررسی میکنه سوابق کاندیداها را، اسنادشان و شرایطی که در آیین نامه ذکر شده، در به اصطلاح در لایحه ذکر شده. ولی بحث مهم است که این شرایط خیلی سخت است. مثلا
در کشورهای دیگه عرض کردم، شما اگر مثلا در افغانستان اگر سن 40 پوره کرده باشین، یک بعضی چیزای ساده دیگه را داشته باشین، به راحتی میتونین ثبت نام بکنین، ولی در ایران این رقم نیست. و یک تفاوت دیگه هم در ایران وجود داره، ایست که برای کسایی که قبلا رئیس جمهور بوده، بعد از طی دو دوره و یک دوره در میان میتونن دوباره برن کاندیدا شوند. ما دیدیم آقای احمدی نژاد از او آدم ها بود که صلاحیتش تایید نشد، در حالی که رئیس جمهور ایران بود قبلا، یعنی او شرایط داشت. اما احمدی نژاد با مو به اصطلاح هیکل و با مو قد و قوار هنوز موجود است، اما این بار تایید نشد. و دلیلش هم ایست که گفته میشه که احمدی نژاد با روح غالبی که در نظام وجود داره همسو و همخوان نیست، و اظهاراتی را که در پیش از انتخابات داشت، به خصوص حمله بر حمله غیر مستقیم بر رهبری و بر مدیریت یک جانبگرای رهبری و کمتر صلاحیت داشتن رئیس جمهور یا نهادهای اجرایی را که از طرف مردم انتخاب میشن، سلب صلاحیت شد. این فلتر خیلی قوی هم انتقادا را در داخل ایران ایجاد میکنه، ایجاد کرده، هم در بیرون، و هم شفافیت پروسه را زیر سوال میبره. به دلیل اینکه افراد به شکل گزینشی و با سلایقی را که از بالا حکم میشه انتخاب میشن، و طبیعتاً نمیتونه در نتیجه مشکل ایجاد بکنه. ولی خود روال هم که انتخابات به شکل حد اکثری است، یا یک 50 به علاوه یک، هر کسی که بیشترین رای برد اگر نبرد در دور دوم، و رئیس جمهور انتخاب میشه دیگه، کنم خاصی نداره. آقای محسنی، حالا معیارهایی را که آقای سالنگی اشاره کردن که خیلی سخت تر هست، شورای نگهبان این معیارها را بر اساس چی وضع کرده، و یا کیها در شورای نگهبان پرنفوذ و تصمیم گیرنده هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و مهمان عزیز حاضر در بحث و همچنین بینندگان گرامی شما. خب صلاحیت های یک نامزد ریاست جمهوری در ایران در قانون اساسی این کشور مسجل است که موارد تعهد به دین و آیین و سنت های ایرانی پیش بینی شده، و همچنین صلاحیت از لحاظ اخلاقی و از لحاظ علمی و توانایی های فردی برای مدیریت کشور را داشته باشه، و شورای نگهبان هم متناسب با همین قانون اساسی تشکیل شده و معیارهای متعددی برای انتخاب نامزدها چه در شوراها و چه در ریاست جمهوری وجود داره. البته برخی مباحثی که تعریف ناشده است و در قوانین مسجل نیست و روی یک نزاکت برخی موارد مطرح میشه، از جمله این که ریاست جمهوری از دو دور بیشتر نباید باشه، ولی کاندیدان ریاست جمهوری اونهایی که رئیس جمهور بودن یا دو دور رئیس جمهوری ایران بودن علاقه دارن که دوباره با دیدگاه های متفاوت در صحنه سیاست حضور داشته باشند. این موارد تعریف ناشده است که البته شورای نگهبان تعقیب میکنه و دنبال میکنه که این موارد باید پذیرفته شود، همینطور که در ایالات متحده ای آمریکا فقط برای دو دور انتخابات ریاست جمهوری یا دو دور ریاست جمهوری پیش بینی کرده، ایران هم بر یک نزاکت تعریف ناشده این موضوع را دنبال میکنه. مسئله دیگر موقعیت امنیتی و سیاسی ایران در منطقه و در سطح سیاست بین الملل است که این موارد در سیاست داخلی ایران و در رفتار انتخاباتی سیاستمداران و همچنین در نگاه کلی نظام به قضایای بین الملل وجود داره، که همان بحث امنیت جمهوری اسلامی ایران است. مباحث امنیتی روی گزینش این افراد اثرگذار است. بحث دیگر این است که فساد اداری و مالی در ایران تا اعلان نشده، برجسته نشده، ولی وجود داره. این موضوعات روی تایید صلاحیت های نامزدها اثرگذار است، و در کل وفاداری، میزان وفاداری این نامزدها به نظام و نظام مبتنی بر ولایت دینی یک عالم دین که باید ملتزم باشند، باید پذیرا باشند، و باید در چارچوب کلیات نظام و سیاست‌های کلان این کشور چه در بعد داخلی و چه در بعد منطقی باید وفادار باشند و رفتار داشته باشند. این مسائل وجود دارد، در کنار این که مسائل مطرح قانونی که برشمردن، بحث تدین نامزدها، بحث صلاحیت‌های علمی و صلاحیت‌های سیاسی نامزدها مطرح است، و این موارد در کلیات در هر کشوری هم معمول است، ولی در جمهوری اسلامی ایران سوای این مسائل قانونی، مسائل نزاکتی و اخلاقی و بحث تدین مذهبی این نامزدها هم مطرح است که در کلیات مد نظر قرار می گیرد.
آقای سالنگی، رهبر مذهبی ایران آقای خامنه ای چقدر نفوذ داره بر شورای نگهبان و چقدر نفوذش در گذشته در انتخابات های ایران محسوس بوده؟ ببینید، در ایران یک شکل خاصی از ساختار نظام ما میبینیم که در هیچ جای از دنیا حتی در کشورهای اسلامی هم دیده نمیشه. علیرغم از اینکه ما در متون علمی یک دولت داریم به عنوان یک ساختار کلیه که عناصری داره که حکومت یک بخشی از او حساب میشه، در ایران کاملا دیدگاه سرچپه است. حتی شما کتاب ایرانی رو بخونید به این شکل تعریف کرده که دولت یعنی یک ساختار کلانی را که عناصر مانند حکومت، جمعیت و قلمرو داره. حکومت یعنی بخشی از او میشه، یک بخش اجراییش میشه. ولی در خود ایران در ساختار نظام برعکس است، حکومت بالاست، دولت پایین است. از این خاطر در ایران حکومت دولت میگن، مثلا دولت احمدی نژاد یا دولت روحانی میگن، حکومت روحانی نمیگن. دلیلش هم در ایست که در ایران حاکمیت از آن رهبری است، از آن ولی فقیه است. یعنی بس فلسفیش این رقم است که مطابق با او چیزی که تشریح شده در ولایت فقیه، در اصل امام حاکم جامعه اسلامی است و چون امام غایب است، پس یک کسی باید متولی امور بنیابت امام به صورت به اصطلاح مقطعیش باشه تا که امام بیاد پس دوباره صلاحیت بگیره. و او کس میتونه ولی فقیه کسی که صاحب صلاحیت علمی روحانی در مثلا در کشور است، که حالا خمینی بود که امام حتی برش گفته میشد و حالا آقای خامنه‌ای هستن. بله، پس سرنوشت اصلی دولت و نظام بر دستان ولی فقیه است که به اصطلاح حاکم اصلی جغرافیا و جمعیت و هر چیز است. از این خاطر در ایران وقتی که انتخابات انجام میشه، مردم رای میتن، مردم میرن رای میتن، یک کسی را انتخاب میکنن، دوباره حکم انتصاب از او از طرف ولی فقیه میآید با عنوان رئیس جمهور. پس وقتی شما از این منظر به این قضیه نگاه بکنید، کل چیز میشه از آن رهبری. رهبر اگر بگه چپ چپ، اگر بگه راست راست. یعنی اگر اونا حکم انتصاب را صادر نکنن یا انتصاب نشه، به این معناست که این انتخاباتی که مردم رای دادن هم نخیر نمیشه، امکان نداره چنین چیزی شوه. چون صلاحیت رهبر ورای تمام صلاحیت هایی است که شما از مردم بگیرین. صلاحیت یک، البته یک پارادوکس در اینجا وجود داره، ولی ایرانی ها کوشش کردن که این پارادوکس را عمل بکنن که ما یک دولت داریم، نهاد اجرایی که مسئول امور عادی مردم است، که خوبی میتونه توسط مردم انتخاب شوه، مثلا رئیس جمهور، وزرا، اینا مثلا وکلای پارلمان. ولی یکی است که صاحب حکومت است، صاحب حاکمیت است، حاکمیت الهی است که او باید مسجل باشه از طرف یک کسی را که صاحب صلاحیت در او زمینه هست و انتخاب میشه. البته در گذشته انتصاب بود و بعد اومدن ایران به شکل دموکراتیک ساختن شورای خبرگان رهبری است که انتخابات خبرگان رهبری هم در این بخش، در این انتخابات هست یک بخشش. اینا هم بعد میان رهبر انتخاب میکنن، ولی رهبر قبلا انتخاب شده اینا تایید میکنن که فعلا موجود است. اگر آقای خامنه ای وفات بکنه، باز شورای خبرگان رهبری یک کسی را میان انتخاب میکنن به عنوان رهبر. اما صحبتی که وجود داره است که رهبر در تمام ساختار و سطوح و شونات سیاسی جمهوری اسلامی نقش داره و دستش داخل است و نفوذ داره و به شکل غیر مستقیم اعمال حاکمیت، حتی به شکل مستقیم چون در قانون اساسی تسجیل شده صلاحیت های رهبر. ولی وقتی که شورای نگهبان احتمالاً یک کسی را با توجه به معیارهایی که موجود است برای تایید صلاحیتش به عنوان کاندیدای رئیس جمهور حساب بکنه، بعد مثلا رهبری او آدم خوش نداره، چون او آدم یک چیزی گفته بوده که خیلی مثلا به مذاق رهبر حتی جور نمیده، حتی اخلاق مثلا فردیش برای رهبر قابل پسندیده نیست. پس میتونه یک دیکته ساده بکنه و با توجه به معیارهای خدمت شما پیشنهاد کردم که اصلا در متن نوشته نیست، چیز شما نمیتونید ببینید. مثلا ببینید حالا در ایران معیارات بسته و سخت است، مثلا تدین پیشتر که فرمودند و حتی شیعه 12 امام بودن فردی که میخواد رئیس جمهور شه، اینا همگی موجود است. ولی یا فرض کنید که صلاحیت علمی، ولی امروز یکی از کاندیدای ایران گفته بود که آقای رئیسی که مورد تایید رهبری از و احتمالاً رئیس جمهور ایران هم خواهد شد، گفتن که تا صنف 6 بالا مکتب نخوانده و او برش گفتن که این آدم دکترا داره. ببینید این معیارها تنها مختص ایران است، در جای دیگه چنین معیاری ما نمی‌بینیم. و بس توالی
دو دوره متوالی گفته در افغانستان صرف دو دوره حق داره یک کسی، یا در امریکا نوشته است که صرف یک نفر دو دوره حق داره، ولی در ایران دو دوره متوالی گفته. بعد از اون میتونه مثلا یک درمیان به رژیم شه. ولی صحبت سر صلاحیت رهبری و مشکل اساسی، انتقاد اساسی مردم که امروز هم در جمهوری اسلامی ایران در داخل و در بیرون هستن بر دموکراسی ایران همین است که دموکراسی یک چیز ظاهری است که برای مردم ساخته شده، در اصل تصمیم گیری یک فردی است که این آدم از طریق دستگاه و نهادهایی که ساخته تمام نظام در اختیار داره و بر طوری که خواست، البته با این انگیزه که خب این صلاحیت از جانب خداوند برایش محول شده مدیریت میکنه. ممنونتان آقای محسنی. پس انتخابات ایران را از دید شما کیها رقم میزنند؟ رأی مردم؟ در این ورا ایران یک کشوری مردم سالار است، انتخابات تعیین کننده است، صلاحیت ها در ایران تفکیک شده و تقسیم شده است، شوراهای استانی صلاحیت های ویژه‌ای دارند، تصمیم گیری در سطح ولایت ها بر شوراهاست و پاسخگویی در مقابل این شوراها یک بحث جدی است. در بحث اینکه ولی فقیه حاکم تام و تمام هست، صلاحیت های ولی فقیه در قانون اساسی مسجل است و این ولی فقیه با وجود همین صلاحیت های گسترده اما قانونی در مقابل قانون پاسخگوست و به موازات دیگر شهروندان باید پاسخگو باشد و حتی قابلیت این را دارد که در صورت تخطی خلع رهبری و خلع صلاحیت شود، چون این چیزی در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی این کشور پیش بینی شده. پس انتقاد برخی از شهروندان ایران بر چیست؟ خب وضع اقتصادی تا حدود زیادی بر رفتار انتخابات اینها، بر اعتراضات اینها اثرگذار است. با وجود این که فرهنگ سیاسی در ایران در حال رشد است، با وجود این که سطح سواد در این کشور در گسترده است و در یک حد 98% گفتن سواد در سطح کیفی دارن، اما این کشور مستعد شایع پذیری است، این کشور مستعد دخیل شدن در توهم توطئه است و به همین تناسب نفوذ پذیری فرهنگی در ایران فوق‌العاده است. خب ایران در یک دشمنی دگم و سخت با کشورهای رقیبش بسر میبره، تبلیغات وسیع و گسترده ای علیه این کشور وجود داره و میلیون ها دلار و صدها میلیون دلار هزینه تبلیغات فرهنگی علیه این کشور میشه و با وجود این هم اما به نظر میرسد که در طول سختترین شرایط انتخابات در ایران یک اصل بوده، در زمانی که با کشور همسایش در جنگ بود اما در شدیدترین شرایط انتخابات برگزار شده، تفکیک صلاحیت میانه حتی دیده شده که در بسیاری از موارد مثلا اعتراض هایی که در ایران صورت گرفته سرکوب شده، حتی شبکه های اینترنتی مسدود شده و ممنوع شده، اجازه داده نشده، و در کنار از این دیده شده در مورد حتی همین آقای سالنگی هم اشاره کردن در مورد شورای نگهبان که نامزدان رئیس صلاحیت را میتونه که نامزد انتخاباتی باشن نباشن یا یک نوه. پس فکر نمیکنین که تا حد دموکراسی به معنای واقعیش زیر پرسش است؟ خب من تو عرض کردم، خب ایران یک کشور شرقی است، یک کشور جهان سومی است و با ما تا حدود زیادی با یک فرهنگ مشترک بسر میبریم و ما تحلیل و برآورد خود میتونیم از وضع خود نسبت به ایران داشته باشیم، علی رغم پیشرفت های قابل ملاحظه ای که در عرصه توسعه سیاسی و فرهنگ سیاسی در ایران وجود داره. طبیعی است که انتخابات در محراق کشورهای همجوار و در جهان سومی ها، ایران یک کشوری پیشتاز در عرصه رشد توسعه سیاسی و در عرصه رشد فرهنگ سیاسی است. با وجود این هم مشکلات در ایران فوق العاده زیاد است. جهتگیری های که احیانا ممکن است ترجیحات خاصی داشته باشد در این کشور وجود دارد. بحث این برخی آزادی های از جمله آزادی بیان دچار مشکل است در این کشور. بحث گرایش های سیاسی که منتسب به حاکمیت است وجود دارد، اما در عین حال با وجود اینها انتخابات تعیین کننده است، انتخابات یک اصل است و با وجود این که مشکلات وجود داره اما متناسب با باورهای مذهبی و حضور مراجع قدرتمند در این کشور، انتخابات در حال اصلاح شدن است، با وجود این که هنوز هم تلاش دارن که یک دستسازی مذهبی در ایران وجود داشته باشه و حاکمیت با خیال راحت در بحث رقابت‌های منطقویش و رقابت با کشورهای قدر بپردازه.
ممنونتون. آقای سالنگی، آیا واقعا مردم ایران تعیین کننده سرنوشتشان خواهند بود؟ و با توجه به وضعیت فعلی چقدر فکر میکنین علاقمندی میان شهروندان ایران وجود داره بر رفتن به پای صندوق های رای؟ خب اگر بیم یک عذر پیش کنیم که ما کشور شرقی هستیم و در تناسب با فرهنگ شرقی همی آش و همی کاسه همی یک چیز میگنه همی دیگه همی شلغم، خب یک چیز میشه که بگویم بالاخره دموکراسی به اسمی وجود داره، ولی به معنای واقعی کلمه اگر دموکراسی میگیم، افغانستان خیلی دموکراتر، پاکستان خیلی دموکراتر از ایران است، به دلیل اینکه سیستم خیلی باز است. یکی تقلب میشه پسان یک کسی دیگه مثلا بساز تقلب رئیس جمهور میشه این بس جداگانه است، ولی سیستم بسته نیست، سیستم باز است. به نظر من انتقادی هم که وجود داره امروز فرمودند که مردم ایران یک آگاهی خیلی خوبی به سر میبرند و این آگاهیشان باعث میشه که اعتراضشان نسبت به نظام برانگیخته شود که خب شما دموکراسی میگین ولی ما دموکراسی رو نمیبینیم. عبدالکریم سروش یکی از فیلسوفای زنده جهان و ایران خیلی انتقادهای شدیدی بر ساختار نظام داره که خودش از کسایی بوده که در ساختن نظام سهم داشته و امروز مردم میبینن صحبتای سروشه و این جهت میته و این انگیزه میته مردمه که واقعا چی چیزی در اینجا جریان داره. در صورت به صورت کلی اگر بخواین مثلا دموکراسی رو به شکل واقعی کلمه یک طرف وانین و ایران رو در اون مقایسه بکنین، از مردم در انتخابات ریاست جمهوری فقط امضا گرفته میشه، یک امضای تاییدی گرفته میشه که گویا این تو یک چیزی باید انجام شه، ولی در اصل این کسایی را که مردم دوست دارن سلطشون تایید نمیشه. حتی مسئله که در سال 88 اتفاق افتاد تحت عنوان فتنه 88 نظربند شد آقای موسوی تا امروز مردم رد میخواستن. همین احمدی نژاد که 8 سال بر سر مردم ایران چی بلای ناورد از طریق سیاست های خارجی به اصطلاح مخرب خود که رفت در سازمان ملل گفت که ما اگر سال ما سالی هستی بسازیم اسرائیل محو میکنیم و بعد اسرائیل گفت دیدیم ما گفتیم که اینا یک به اصطلاح فتنه در کارشان هست، ولی بازم مردم میخوان احمدی نژاد. خب بعد حق مردم است، مردم حق دارن که هر کسی رو دوست داره انتخاب بکنن، شما باید مانعشون نشین. وقتی که مانع شدین دیگه کل چیزی که به نام دموکراسی میگیم یعنی خواست مردم. دموکراسی یعنی این که مردم چیزی را که میخوان و دوست دارن باید انجام بپذیره. وقتی چنین چیزی انجام، البته یک سری قید و بندهای وجود داره تو در کشورهای دموکراتیک جهان هم که شما باید از اون بیرون نشین. مثلا یک کسی نمیخواد نمیتونه در انتخابات یا مثلا بگه که ما صندوق میبینیم که کشور تجزیه شوه یا نام کشور تغییر بکنه یا مثلا یک بخش جدا شوه، ولی میکنید در این موارد هم تعریف شده مثلا در انگلستان و در جای دیگری، ولی در ایران مشخصا انتقاد شدیدی که وجود داره ایست که روند و پروسه به گونه تنظیم شده که باید یک طرف حرکت بکنه و مردم در این روند صرفا فقط هستن، حضور به اصطلاح سیاسی لشکری دارن، حضور سرنوشت ساز و تعیین کننده ندارن. از این خاطر اگر آقای روحانی در اظهارات اخیر خود به نحوی انتقاد میکنه و به اصطلاح فشار از خود بیرون میکنه، ببینید در امو صحبت خیلی جنجالی و طولانی ظریف گفت که ما هیچ کار هستیم، تصمیم گیرا کسای دیگری هستن. خب این به چی معناست؟ به این معناست که ما به عنوان کسایی که از طرف مردم انتخاب شدیم حق نداریم که چیزی را به نفع مردم در سیاست خارجی دنبال بکنیم. پس کسایی که چیزی را که دوست دارن انجام شه و اونا دنبال میکنن. بین مردم و بین کسایی که مردم انتخاب کرده و میخوان انجام بدن و بین کسایی که او طرف هستن میخوان انجام بدن یک فاصله خیلی زیادی وجود داره و متاسفانه مردم ایران با می جمعیت 80 میلیونیش در حاشیه قرار دارن نسبت به چند نفری که آقای امیرنجا در روی یک سخنرانی گفت که 300 نفر بیشتر نیستن. بله ممنونتون. آقای محسنی، موضوعی را که شما اشاره کردین در میان صحبت‌هایتان وضعیت اقتصادی ایران، حالا انتظار مردم چی هست یا چه کسی میتونه گزینه مناسب بر مردم ایران باشه در چنین شرایط؟ دو تا طیف هرچند با او دوگم و تعصب لازم به معنای مبانی تحزب باشه، اصلاح طلبان و اصولگرایان در ایران با او تناسب نیست، اما این گرایش ها وجود داره. سوای این که دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی که به صورت واضح منتسب به اصلاح طلبان نبود، اما دوره های دیگری مثل آقای خاتمی و دوره اخیر آقای روحانی از دید برخی کارشناسا دوره رکود و دوره پردازش به مباحث غیر اقتصادی و روی بحث توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی تمرکز کردند و بحث اقتصاد به فراموشی سپرده شدند. به همین تناسب صرفا دو دوره انتخاب ریاست جمهوری ایران منتسب به اصولگرایان است که گفته میشه با یک نوع رونق اقتصادی، هرچند با هزینه دارایی های پسنداز ایران برخوردار بوده، اما این باعث ایجاد یک نوع گرایشی در ایران شده که اخیرا ما میبینیم با پیشتازی نامزدی آقای رئیسی که
این طیف وفاداری بیشتری به مباحث اقتصادی دارن و روی توسعه اقتصادی، روی فقر زدایی و تأمین عدالت میان اقشار مختلف ایران تعهد و وفاداری بیشتری دارن. به همین تناسب به نظر میرسد که شعارهای صرفاً و صرفاً سیاسی و انتخاباتی روی رفتار اینها اثرگذار ندارن و هو کلیات پیشینه این نامزدها و چارچوب هایی که اینها منتسب به او هستند اثرگذار هستند و به نظر می رسد که این دور رفتار انتخاباتی ایرانی ها هرچند تحت تأثیر تورم است، هرچند تحت تأثیر ویروس کرونا است و هرچند تا حدود تحت تأثیر تبلیغات نگفتن به انتخابات از طرف ایرانیان وابسته و خارج نشین هستند، اما با وجود این هم به نظر می رسد که یک نوع گرایش به یک دست سازی میان مجلس ریاست جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد و این روی کلیات رفتار اقتصادی نوع دولت در داخل ایران اثرگذار است. ممنون جان آقای سالنگی. با تغییر رئیس جمهور ایران وضعیت اقتصادی ایران ممکن بهتر شود؟ ببینید دو تا فشار بر مردم ایران وجود داره، یکی فشار داخلی از لحاظ اقتصادی، یکی فشار بیرونی. فشار داخلی فساد گسترده و یک اقتصاد اولیگارشیک است که در دست یک عده است و بخصوص نهادهای غیر رسمی مثلا مثل سپاه که از و تمام منابع مردم اینا میبلن جای دیگه مصرف میکنن، مردم به اصطلاح توی دست میمونن. فشار بیرونی هم که تحریم ایالات متحده آمریکا است. به نظر ما تا زمانی که رفتار ایران در سیاست خارجیش همسو با او چیزی که ایالات متحده میخواهد نشه، این فشار اقتصادی بیرونی کم نمیشه و فشار داخلی هم با توجه به در همتنیدگی و پیچیدگی فساد و یک زنجیره متوالی میان فساد پیشگان که بر تا رأس نظام میره، خیلی سخت است که یک نفر با چند تا شعار بتونه او را حل بکنه، چون این فساد یک بخشی را میپروره که این بخش ضامن بقای نظام است و طبیعتاً مبارزه علیه ازو به این معناست که شما پایه‌های نظام به اصطلاح متزلزل بسازید. نزی خاطر سخت است اما ناممکن نیست. بلد. اگر دولت مردای ایران به خصوص رهبری بخواهد حاکمیت از خودش به مردم انتقال بده، طبیعتاً چنین چیزی قابل حصول است. ممنون از حضور شما آقای سالنگی و از شما همچنان آقای محسنی. ممنون که بیننده جهان ما بودین. پایان جهان ما، وقتتان بخیر. الان نگهدار.